تقریباً 200 ماشینی بارکش رانندگان تاجیکستان در قلمرو افغانستان بند مانده است. رانندگان میگویند طالبان با آنها اجازه نمیدهند که از شیرخان بندر افغانستان طریق گذرگاه پنج پایان وارد تاجیکستان شوند. رانندگان تاجیک خود را اسیر در دست طالبان مینامند. همکارم شهلای گلخواجه موضوع را پیگیری کرد. شهلا، طالبان دلیل این عملشان رو شرح دادن و مقامات تاجیک در این رابطه چی میگویند؟ بله مومن، مقامات تاجیک رسما تا کنون حادثه رو شرح ندادند. زبیلای مجاهد سخنگوی طالبان هم آن را تصدیق یا رد نکرد. تنها گفت که قضیه رو تحقیق میکنند. اما به قول رانندگان، نظامیان طالب در سرحد با آنها گفتند مشکل در مقامات تاجیک است که نمیخواهند با آنها همکاری نمایند. طالبان برایشان گفتند که تنها در صورت رسما به راه ماندن همکاری تاجیکستان مرز را میکشویند و به رانندگان ویزا میدهند. در عکس حال روای آنها غیر قانونی خواهد بود. تا کجا گفته این نماینده طالبان به رانندگان حقیقت دارد و این حرف تنها سری همکاری عادی یا به رسمیت شناختن است معلوم نیست. شهلا، رانندگان از کی در افغانستان بند ماندند و اصلا آنها از این کشور چی می آورند؟ این رانندگان بیشتر از تاجیکستان به افغانستان انگشت و سیمین می بردند و از اون طرف گوه گوه به تاجیکستان شکر می آوردند. رانندگانی که ما با آنها صحبت کردیم گفتند روز 8 می وقتی می خواستند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند طالبان راه را بستند. در ابتدا به رانندگان گفتند که ماشین های خود را گذارید و افغانستان را ترک کنید. رانندگان از افغانستان بیرون می شوند. ولی نزدیک به 50 نفرشون روز 13 می دوباره برای آوردن ماشین های خود می روند. اما دیگر طالبان نه خودشان را و نه ماشین هایشان را اجازه گذاشتن نمی دیند. این رانندگان در صحبت با ما گفتند که حالا آنها مثل اسیر در دست طالبان هستند و اجازه ندارند که از نزد ماشین هایشان دورتر حرکت کنند. گفتند که نظامیان طالب با آنها دغلا نمناسبت میکنند. یعنی گذرگاه پنج پایان حالا بسته است؟ بله مومن، این راه را طالبان یک روز بعد از آن بستند که 7 می از خاک افغانستان به تاجیکستان 7 موشک پرتاب شد. خب دویش مسئولیت این را بر دوش گرفت، ولی کارشناسان زمان گفته بودند که ظاهرا طالبان با استفاده از نام دویش به کشورهای منطقه میخواهد فشار بیارد. تشکر برای صحبت شهلا.